تقدیم دستگل خانواده شهدا به حامد زمانی عزیز. ترجمانی فرهنگ مقاومت و دفاع از سرزمین فلسطین و مقابله با تهاجم رژیم صهیونیستی ده ها مستند ساخته شد، از جمله خانه عنکبوت، ویرانی سوم که پیامدهای جنگ در درون رژیم صهیونیستی، بادهای شمال که مربوط به شکست رژیم صهیونیستی از زبان خود رهبران این رژیم، بازگشت به جهنم که مربوط به فروپاشی رژیم صهیونیستی از درون، مستند غافلگیری که راجع به شنگ 33 روزه و آخرین آنها لوحوز من حزب الله که شبکه العالم و همچنین شبکه خبر تحت عنوان فاتحان شروع به پخش آن کردند. در حقیقت موفقیت این شبکه که زایده یک حزب کوچک با ارمانهای بزرگ و بدون حمایت دولت، فقط با انگیزه، تلاش و تفکر عوامل این شبکه می باشد. با تشکر دوباره از شما. تقدیر از شبکه تلویزیونی المنار به مناسبت آغاز در واقع بخش بین الملل جشنواره عمار توی دوره چهارم بود. The 4th Ammar Popular Film Festival. World and Islamic Awakening. لبنان کشوریه که علارغم مساحت کم، تحولات و بحران‌های بزرگی رو در تاریخ معاصر خودش پشت سر گذاشته. در این بین حزب الله لبنان تونسته با ایستادگی پیروزمندانه در برابر صهیونیست‌ها به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در معادلات داخلی و منطقه‌ای وارد میدان بشه. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی برای جبران شکست‌های خود در جبهه نظامی جنگ تبلیغاتی علیه حزب الله به راه انداخته. این باعث شد که حزب الله برای مقابله با عملیات روانی رژیم صهیونیستی و اطلاع رسانی در راستای اهداف مقاومت اسلامی و همچنین جلوگیری از تجاوزات رسانه‌ای رژیم صهیونیستی شبکه المنار را تأسیس کرد. امواج نخستین برنامه‌های المنار با تجهیزات ابتدایی و ارزان قیمت تنها با چند میلیون دلار، رقمی که در مقابل تجهیزات چند میلیاردی رسانه‌های غربی عملاً هیچ به حساب نمی‌آمد، به زحمت به روستاهای جنوب بیروت می‌رسید. اما این شبکه تونست به تدریج از یک ایستگاه رادیویی مخفی با امکانات ابتدایی به یک ایستگاه ماهواره‌ای جامع و فراگیر با برد بین‌المللی تبدیل بشه. دفتر مرکزی شبکه المنار یک ساختمان 6 طبقه در حومه جنوب بیروته، مجموعه‌ای که با پیشتازترین رسانه‌های جهان رقابت می‌کنه. سیاست این شبکه تنها بر کشف واقعیت‌ها و نشان دادن ماهیت آمریکا و صهیونیست‌ها و کشتار فلسطینی‌ها متمرکزه. اون بچه دفاعیش غلیظ‌تر از شبکه‌های دیگه هستش. در این حال رفته به طرف سریال‌های داستانی و از کشورهای مختلف و سعی می‌کنه که شبیه شبکه ملی هم باشه، ولی در واقع هنر اصلیش همون مقاومت، روح مقاومت، اون چیزی که در المیادین نیست. هیچ شبکه دیگه هم در لبنان، همه شبکه ها خیلیشون خب مال گروه های دیگه لبنانی هستن و این انگیزه تبیین روح حزب الله رو ندارن. المنار برنامه‌های متنوعی در زمینه‌های فیلم و سریال، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، آیت الله خامنه ای فی کلمته الافتتاحیه، ورزشی، اجتماعی، دینی و ایمانا منها، و همچنین برنامه‌هایی در رابطه با کودکان تولید می‌کنه. 80% برنامه‌های المنار تولیدی و 20% دیگه از شبکه‌های تلویزیونی مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه میشه. عندما نقاتل ونقاوم ويسقط منا شهداء تتحقق صلة التامة والكاملة بكربلاء وبالآخرة.
یکی از مهمترین فرازهای شبکه المنار به زمان جنگ 33 روزه برمیگرده. كان المكان مجمع رساله. ساختمان شبکه در ساعات اولیه جنگ بمباران شد و 5 تن از کارکنان آن نیز زخمی شدند، اما مدیران المنار یک استدیوی مجهز مخفی را تدارک دیده بودند. دستاندرکاران المنار به خوبی با عملیات تخلیه و احداث یک استدیوی موقت آشنایی داشتند، طوری که فقط برای 10 دقیقه پخش برنامه های تلویزیون متوقف شد. تا این سوال بیشتر از پیش مطرح شد: چرا ارتش اسرائیل که با سرویس های گسترده اطلاعاتی پشتیبانی میشه نمیتونه صدای شبه نظامیان شیعه رو خاموش کنه؟ ندای مقاومت، شعله‌ای که هرگز خاموش نخواهد شد. تقدیر و پاسداشت فعالیت‌های رسانه‌ای شبکه تلویزیونی المنار لبنان